خب بازی رونیو سالیوان و لیانگ ونبای چینی تو نیمه نهایی مسابقات یوروپیان مسترز سال 2022. اول پریم بازی رو رونیو سالیوان شروع میکنه و باید ببینیم در ادامه بازی دو بازیکن چه کارهای انجام میدند. تعداد فریم های بازی تو نیمه نهایی یازده فریم هستش و هر بازیکن در صورت برنده شدن تو شش فریم به مرحله بعد یعنی فینال صعود میکنه و حالا تو فریم اول رونی میس میده با 50 امتیاز بریج و تو میز باز موقعیت خوبی میده به لیانگ ونبو. حالا لیانگ ونبو توپ های قرمز رو پات میکنه و تو توپ های رنگی هم فریم بالش توپ قهوه‌ای بود که اونو هم خیلی خوب پات میکنه و برنده فریم اول میشه. باز هم تو فریم دوم یانگ ونبو موقعیت خوبی میگیره و باید ببینیم در حدی آماده هستش که بتونه دو فریم جلو بیفته از رونی یا این فریم قراره به رونی و سالیوان برسه. و حالا لیانگ ونبو اینجا فریم میس میده موقعیت خوبی میده به رونی که فریم رو تموم بکنه. خیلی خوب پات میکنه رونی و تموم میکنه فریم دوم رو. حالا نتیجه فریم ها 1-1 و تو فریم سوم هم رونی موقعیت میگیره از لیانگ ونبو و اینجا بعد کنون پوزیشن سختی میگیره واسه توپ قرمز که خیلی عالی پات میکنه. تو پوزیشن بعدش هم واسه توپ مشی مشکلی نداره. و حالا این فریم هم به نفع رونیو سالیوان به پایان میرسه و رونی همچنان داره ریک میکنه که اینجا فریم تموم میشه و نتیجه 2-1 به نفع رونیو سالیوان. باز هم تو فریم چهارم رونی موقعیت میگیره و اینجا یه توپ خوب پات میکنه.
چون پوزیشنش واسه توپ هابی بد بود مجبور میشه کیو بالا رو جایی نگه داره که توپ قرمز رو به صورت لانج پاک بکنه به کورنل راست کورنل چپ و به واسطه همون پات خوب فریم رو تموم میکنه و اینجا هم یه توپ ریسکی که البته توپ آسونی بود ولی خیلی سخت پات شد. اگه پات نمیشد موقعیت خوبی میداد به لیانگ ونبو که اینطور نشد و حالا رونی داره بریک میکنه. سه یک از حریفش جلو میفته و در تلاش هستش تا بازی رو 4-1 بکنه. که همین کار رو هم میکنه و با توپ قهوه‌ای سنچوریش رو هم تکمیل میکنه. و این هم توپ مشی آخر که رونی یک پاش سازی خفن انجام میده تو این فریم و حالا 4-1 میرم واسه فریم بعدی و بازی کاملا یک طرفه در اختیار رونی و سالیوان هستش. رونی بعد کنون کردن توپای قرمز داره خوب پات میکنه و هیچ مشکلی هم تو پوزیشن هاش نیست. اینجا باز هم یک کنون و باز هم سه تا توپ قرمز رو باز هم از هم جدا میکنه و اینجا میره واسه توپ قرمز آخر که خیلی عالی پات میکنه و بیک ساتی هم و سنچوری رو هم پات میکنه خیلی خوب ثبت میکنه. حالا نتیجه پنجیک به نفع رونی. حالا تو این فریم لیانگ ونبو موقعیت میگیره از رونی که اینجا میس میده. رونی یه لانگ خوب پات میکنه ولی بریک رونی هم ادامه دار نیست. آخر فریم میرسه به لیانگ ونبو که لیانگ ونبو هم با شرایط بد بازیش تلاش میکنه تا نظر رونی آخرین فریمش رو هم برنده بشه. حالا توپ صورتی و توپ مشی فریم رو برمیگردونه و نتیجه فریم ها 5-2 فعلا به نفع رونی.
اینجا یک فلوک توسط رونی بات میشه، ولی توپ آبی رو خیلی عالی پات میکنه و پوزیشن میگیره واسه توپ قرمزی که سمت میدل چپ بود و حالا تو جایی که فریم باید تموم میشد رونی باز هم میس میده و باز هم لیانگ ونبو به واسطه برنده شدن تو فریم قبل حالا بازیش یکم بهتر شده که اینجا اقدام میکنه به اسنوکر کردن که از شانس بدش تو پات میشه، ولی اینجا بابا کردن توپ سبز لیانگ ونبو با اسنوکر لازم داره که اینجا خود لیانگ ونبو توپ آبی رو پات میکنه و با رفیق سمینیش اسمیدو بازی تموم میشه.